سیبیل گذاشتم سیبیل عجیبه سیبیل موهاش قرمزی سیبیل داره دنیای عجیبیه خیلی دنیای عجیبیه آهنگ جدید آشنا رو میریم و هم داشته باشیم به اسم ترحم تو دوست داری جای من باشی منم حس کنم ندارم بهش نیازی میخوام دو سال اخیر زندگیمو بگم به یادت ساده گفتادم میگفت هر چی که ما داریم آرزو بقیه است گرچه که واسه ما سهم کوچیکه حس میکنم ندارم بهش نیازی میخوام دو سال اخیر زندگیمو بگم ببینم اگه جان بودی تو چه حسی داشتی او اسم ترحمه داره راجمی حرف زنی یه جوری شد نمیدونم عجیب شد ترحم برانگیز این های ازا تعریفش کنم okay. اوکی میخواد چی بشه بعد من یعنی تو سینم پسر خوب شده قلب بستری چه حسی داری اون که دورت میگشت دو سال تبدیل بشه به یه آدم سرد عصبی چه حسی داری دعا کنی و وقت نره مایی که هر چیزی که داری من مادره. چه حسی داری کسی که میدونست که یاب خوردی رو توهم قرصاش یه وقت نشناستت ندونه کلاس چندومی ندونه چند سالته نتونه مثل قبل هم از اون حرفا بگه اونی که رو تخت افتاده همون آدمه اشتباه نکن ولی چیزی که عوض شده رفتارشه نداری با با شریدنش حس رو بگیر تجربه شو که دیگه بزرگمرد مرد کوچک آشنا همون آدمه اشتباه نکن ولی چیزی که عوض شده رفتارشه نداری فاصله باش ولی اون رابطه از بین رفته از یه جا به بعد همه چی ثابته اونی که بوی غذاش کل خونه رو میگرفت دو سال تموم شده که نمیتونه بره فکر میکنی واسه مهمه این بازی؟ فکر میکنی واسه مهمه این فردا زندم نباشم وقتی دو سال تموم آرزو میکنم یه شبو حداقل یه شبو با صدا گریش نخوابم با صدا گریش نپرم وقتی داد میزنه خدا جونمو و بگیر از این دنیا خسته میشه فکر کردی پول واسه مهمه وقتی ماشین زفشویی براش خریدم و نمیتونه توش زرفشینه من یه تیکه از عمرم و تو این دو سال جا گذاشتم رو بدنم سوختگیه وقتی واسش موب خریدم و آرزو به دلم شده یه بار با خیال راحت روش بشینه توی چی من نمیدونی تو نسبت به موفقیتی که دارم حست بهم تنفره ولی من حاضرم همه چیمو بدم همه چیمو که این زن بیاد تو اتاق و منو بغل کنه این فکر تو سرم پر هرز مثل شده از اینکه میترسم ازش استوری بذارم دلشو شاد کنم و مردم بگم پی ترحمه از اینکه نمیدونم باید خره بگیرم و کیه که تو زندگی من با هم طرف شده این فکر تو سرم پره هر زنو شده خیلی دارکه خیلی دارکه میدونید چقدر سخته دیگه عمره تو لحظه میره مثل یه صحنه زیر چشاد رد میشه وقتی که پلکات داره بسته میشه تو دلت غم میره و این پسر سر به زیره تا حالا شنیدی که مرد گریه نمی کنه. تا حالا شده بابات پشت همه یش بریزه؟ تا حالا مریض داری کردی؟ تا حالا شده یکی جلو زیره یکی دیگه تشت بگیره؟ توی ریم هوانی مرد شدم یه روانی داره میکشه عذاب این ور همینطوری که موشنبا رو گرفتم خون بالا میاره همون لحظه ازم میخواد حلالیت فکر کردی این بازی واسم مهمه غم با هم اتاق شده تو میخوای با دروغ بیای من آرزوم اینه از مدرسه بیام مامان هم برام درو و کنه تو میخوای با دروغ بیای من منتظرم به مدرسه بیام مادر و مادرم در واسم واس کنه ای. دیکه داشت اینجش دیگه داش اینجاش دیگه خویای من آرزو مینه از مدرسه بیام مامان هم برام در کنه میدونی که قصه نمیگم که دلت برام بسوزه میخوام با سکته بمیرم وقتی مامانم هم همین الان بیمارستان بستریه با چه انگیزه ای بیام من تکس بنویسم آخه فکر این بازی برا من مهمه اه. هی. نمیخوام سرک بکشم حتی تو زندگی خودم نمیخوام سرک بکشم وقتی از استرس زیاد دو ماه تموم ریام نمیذاره این نفس بکشم چقدر یه اسپره بزنم مگه من چند سالمه حسم داره کشته میشه وقتی میگم برم کامنت بخونم حالم خوب شه اونجا هم باز یکی به مادر من فرش کشیده اینایی که کامنت فوش میدن علکی راجبش تش صحبت میکنیم ولی تش صحبت من چی بگم چقدر سخته دیگه به خیالش نمیخوام آدمش تمام. شنیدیم با هم ترحم از آشنا رو یکی از تلخترین آهنگ های رپ فارسی فضا که داشت به شدت همون فضایی که داره رو خیلی خوشگل برده بود جلو یعنی به شدت تونسته بود فضا رو انتقال بده چه توی تکسش حرفایی که داشت میزد چه توی حالا ساندی که بیت داشت و چه پیشرفتی که داریم تو آشنا میبینیم مسئله ای که هست به حالا این کامنت خوندن و فوشت فوشایی که هست ببین کلا محبوب شدن و مشهور شدن و این داستان ها یه افسردگی خودش داره یعنی شما زمانی که محبوب میشی مشهور میشی بهتر بگم معروف میشی یه افسردگی غالبا با خودش میاره چون یکم رفتار رو عوض میشه یکم آدم های دورت کم و زیاد میشن و خیلی چیزا فرق میکنه حالا این وسط این که تو بیای و توی کامنت ها فوش ببینی اونم فوش مادر یک کسی که رب نره همین چند وقت پیش یکی زیر که لایوهای من نوشته بود یه فوش مادر داده بود نمیشه تو چقدر کیری آقا من کیریم اول اینکه نگاه نکن ببین تو چقدر کیری که واسه یه آدم کیری داری کامنت میذاری خاکی سره این نکته نکته دوم چرا فوش مادر من از من کسایی که اینجوری فوش مادر میدن اینا اصلا نمیدونن مادر چیه خواهر چیه و اصلا این اتفاق چی جوری اصلا فوش خانوادگی چون مگه چ... چرا اصلا چرا باید اینو میدید فکر میکنم که این فوش ها فوش های مادر دادن و اینا چند تا دلیل داره چون تو زمانی انقدر عصبی میشی میخوای حرفا رو بزنی اول از همه که یکی از تاثیرات که این فوش ها زیاد شد آقای تتلو بود که اینو جا انداخت و اینها ولی اونو بذاریم کنار این فوش دادن ها بعد از کجا میاد من فکر میکنم زمانی که تو میبینی یه شخصی به جایگاهی رسیده که تو دوست داشتی برسی اما این جور رو نداشتی که تو اون موقعیت بخوای دنبال اون بری و بقیه رو مقصر دونستی یا خودتو مقصر میدونی که چرا این راهو نرفتی ببین تعریف کرد با این اتفاقات میگه دو سال گذشته و با این اتفاقات شروع کرد تو همین یک سال و نیم گذشته ترکون و در کنار اون درگیریه که داشت کار انجام داد و به موفقیت رسید و خب اون آدمایی که این مسیره رو جرئت نکردن برن و با سختیاش نتونستن بسازن و سعی کردن بقیه رو مقصر کردن اینا تایید دلشون از خودشون نوعی بدشون میاد ناراحتن اما فکر میکنن امسال آشناها که موفق شدن شاید حقشونو خوردن بنابراین شون کنم فوش دادن در حالی که دارن به همون خودشون که این کارو نکرده فش میدن به نظر من قبل از اینکه بخوای بیای فش بدی فوش مادر و اینا بعد ببینی چرا من چرا دارم اینو میدم و اگر جواب اون چرا رو پیدا کنی خیلی اوضاع بهتر میشه هم برای خودت هم برای بقیه خیلی خوشحالم بعد از سه سالی که گذشته و ما یک ویدیوی راجع به این فوش ها دادیم که این کار تتلو اشتباهه و حتی توی دیس ها اشتباهه این داستان و خیلی ها حتی بچه ریاکشن اینا این شده داشتن که نه بابا حالا میدونی اینجوریه الان میبینیم که این عوض شده هم تو فضای مجازی هم از نوع ریاکشن که بچه ها دارن نسبت دیس‌هایی که این چند وقت اومده و توش فوش بوده توی توییتر اینا این داره عوض میشه و داریم میبینیم که نه اصلا اون چه داستانی بود و شاید جزو این تکامله بود که بهش رسیدیم این گذشت اما خدا رو شکر میکنم که بالاخره بعد از سه سال این اتفاق افتاده و این داستان رفته و این فوشه داره کمتر میشه و حداقلش اینه که واکنش های منفی هست به جان که کی بیاد فوش بده سری ترند بشه واکنش منفی زیاد میگیره دلیلی نداره به خانواده فوش بدی چون مگه چه اتفاقیه اتفاقی نیست این نه این بازیه اونقدر چیز عجیبیه که ارزش اینها رو داره که بخوای خانواده هم ببری زیر سوال نه کسی جاتو تنگ کرده اینها و میگم اکثرا این فوشه از اونجایی میاد که طرف خودش نرفته یا فکر میکنه اون کسی که دوستش داره و طرف داره اونه اونه لایق اون بوده و اون نرفته اون مسیر رو و این ناراحت که چرا تو رسی در حالی که دمش که هم تونسته رفته میتونی برو و این داستانی که همش میخوان اگر یکی معروف شده یه پولی داده یه کاری کرده من بعضی وقتا میبینم بعضی از ما رو ریاکشن میریم طرف میگه آقا پول گرفتین یه نگاه به موزیک ویدیو مثلا بکنی لباس هایی که مثلا تو لباس هست اینا بکنی میبینی که هزینه واسه اون کار نشده که هزینه واسه پخشش بخواد بشه یعنی هزینه ای نبوده که بشه ولی چون دوست داریم بگیم همه اتفاقها جوریه که من خوبم نشده پس همه به اصطلاح کونی دادن ببین میگم یه گولی زدن یه مسیری رو پیچیدن و این باعث میشه که این اتفاق بیفته انقدر بخوایم ناراحت باشیم از زمین و زمان فکر میکنیم تو بقا فکر میکنیم الان مثلا این طرف پای من رو قطع کرده این مسیر رو واسه نه اینجوری نیست سرا که تو خودت نخواستی بری و با این فوشه من نمیدونم چه اتفاقی رقم میزنی به جز اینکه نمیدونم شاید بعضی این فوشه رو میدن اینجوریه که وای الان این فوشه رو داره طرف خونه میسوزه در حالی که شاید کریر خیلی ها عوض بشه در حالی که شاید خیلی ها زندگیشون عوض بشه یه نکته ای که جا داره بشه اشاره کنم اینه که بعد از این آهنگ پیاده و آشنا با هم رفیق شدن همه هم استوری هایی زدن که توی استوریاشون میدیدیم جا داره اشاره کنم توی زمانی که کسایی که سن بالایی دارن هنوز به این بلوغه و به این شعوره نرسیدن که همکاری میتونه خوب باشه به اینکه آقا این بازیه اونقدر جدی نیست به اینکه آقا وقتی هدف داریم با هم میتونیم کارهای بزرگ کنیم با اینکه وقتی درد مشترک داریم میتونیم بغل هم باشیم با اینکه آقا این کلکل ادبیاتی بوده و اونقدرها جدی نیست به جاش مثل کسایی که ذهن قدیمی و سنتی دارن یا زرم همین همه بدن فلانن اینا رو دارن انجام میدن و دشمنی های عجیبی با هم میسازن که خارج از این داستان میشه این دو تا پسری که خیلی میگن آقا اصلا اینا چرا تو بازی هستن اینا چرا ریاکشن میرید اینا دارن مردونگی و بزرگی نشون میدن این که آقا مرام چیه معرفت چیه و دارن اینو نشون فقط حرفشو نمیزنن که اونقدر بزرگ نیست دارن عمل میکنن و آقا کلکلی بود با هم کردیم هر چی تموم شد حالا بازی یه سری پیدا میشن فش میدن میگن آقا اینا هم بسته بودن در حالی که تو عمق کارو ببین که بیای فوش بدی به آدمی که موفق شده و تو نشدی به که فوش بدی فکر کنه حق تو خورده یه نگاه بکن یه دو دو تا چهار تا بکن ببین چی داشته چی کار کرده و چی ساخته و سعی کن اون مسیر رو بری اگه اون مسیر رو میخوای باور کن اون کار عجیب غریبی نکرده حالا شاید بعضی این وسط مثال نقص باشن یه حرکاتی کردن یه به کونی دادن ولی همه اینجوری نیستن میتونی از اینا استفاده کنی یاد بگیری اینها وسط انگیزه باشه که میشود می شود پیشرفت کرده حتی اگر شرایطی مشابه و حتی شرایطی بدتر از تو شده پس تو هم میتونی به که اینکه بخوای اون پشت برای اینکه خودت رو راحت کنی خودت رو خالی کنی بیای فوشه رو بدی فکر نه اینکه یه کونی حتما داده به این کارو خودت تو بیا ببین که چی کار میتونی بکنی و برو اون کارو انجام بده تو هم بیا قاطی اینجا چرا نتونی دم آشنا پیاده و یادمه یک سال پیشی تقریبا که با اون لباس سبزش یه فری استایل گذاشت واقعا فوقلاً فوق العاده بود به عنوان یه استعداد چون تو زمانی که میخوای نگاه کنی ببین اول ما استعداد داریم اینو قبلا هم گفته بودم فکر کنم بوده 7 8 ماه پیش راجعش صحبت کردیم که وقتی میخوای یکی رو نقد کنی اول باید جایگاهش رو ببینی و این استعداد ما این مرحله استعداد داریم آقا میرن اول فوت برای فوتبال مثلا تیم فوتبال میرن استعداد یابی میکنن بازیکنه رو میارن پرورش میدن میشه فوتبالیست میدونی و این هم همینه یک استعداد نابی بود من یادم اون موقع که استوری کردیم خیلی اینجوری بود این چی اصلا ناب استعداد ناب و الان داره اون مرحله ای آرتیست شدنه رو قدم به قدم میره صداشو پشت میکروفون پیدا کرده داره هنو البته فکر کنم جا داره ولی پیدا کرده و اینها خودش خیلی بزرگه و تو این سن و این منش این نوع برخورد فقط حرف نیست عمله میگن مرد عمل نایمد نا بگی آقا توی ریاکشن قبلی هم گفتیم نایمد نا بگی آقا من ف... چه میدونم فلان به ما اینا باید یه فوش بندازه من با غیرتم فلان یه فوش بندازه. من با مرامم ولی اونجا که باید آشی کنه بازی کوچیکه ولی بازی جدی بگیر آشی کنه مرد عمل پسرایی که هنوز 18 سالشون نشده پیاده و آشنا با این همه درد و رنج دارن دست پنجه نرم میکنن و دارن میان بالا مسیرشون خیلی درسته دمشون گرم به جفتشون خسته نباشید میگم و برای جفتشون آرامش میخوام یه نکته هم که جا داره اشاره بکنم برای بچههایی که حالا تو این فضا هستن اینا همیشه باشه که هیچ دریای آرومی ناخدای کار کشته تربیت نمیکنه و اینم هم همیشه مد نظرتون باشه که تا اتفاقات بد نباشه اتفاقات خوب معنی نمیگیره و اینم همیشه یادتون باشه که بعد از تاریکی ها همیشه روشنیه اینو همیشه یادتون باشه اون روزی که شما در آرامش کاملید روزی که مردید روزی که دغدغه ندارید روزی که مردید زندگی اینجوریه هر اتفاقی که تو زندگی هست که باید حلش کنی باید بری واسش فکر نکن بدبختی فکر نکن بد شانسی فکر نکن اتفاقات عجیبیه نه تو تنها روزی که در آرامش کاملی روزی که مردی حالا چه از درون مردی که دیگه هیچ چی مهم نیست هیچ چی نمیتونه زخم اندازه رود. یا واقعا مردی آرامش کامل در غیر این صورت آدم زنده دق دقه دق داره مشکل هست که حل کنه این میشه که دنیا شکل میگیره تو باید مشکل برای حل کردن داشته باشی زندگی اینجوری میره جلو آره فیر نیست اصلا فیر نیست ولی زندگی همینه و اینکه بخوای بشینی زانوی غم مقل بگیری من بدبختم این اتفاق تو زندگی افتاده اون اتفاق تو زندگی افتاده نمیشه و اینا هیچ اتفاقی برات نخواهد افتاد و بدتر هم خواهد شد بلکه بعد از اینها درس بگیری یاد بگیری که چجوری با این شرایط برخورد کنی و چجوری خودتو به بکشی بالا و یه زندگی دوباره باشه شعری که ازت باقیه حالا این شعر اینجا استعاریه حتما شعر نیست اون برال تعریفی که ازت میمونه در هنده. خلاصه که زندگی همینه و Uh, برای مادر آشنا آرزوی سلامتی دارم امیدوارم که uh, همه این آرزوهایی که الان داره برآورده بشه و میدونم یه پسر پرقدرت ببین چند بار من با این پسر صحبت کردم 17 سالشه از خیلی از بچه‌ای که تو مارکتن و سن بالاتری دارن هم رفتاری جلوتره هم بلوغ برخوردی بهتری داره هم باهوشتره و مطمئنم که چهار پنج سال دیگه اجوبه واسه خودش اجوبه واسه خودش و میتره کنه دمش گرم خسته نباشید میگم بهش خیلی فکر کنم صحبت کردم ولی جا داره که راجع این فرهنگ آقا فوش مادر ندی من نمیدونم فقط حالا بیشتر کشوره ای این کشورهای خاورمیانه و مخصوصا ایران که هر اتفاق میفته یه اه... یه سری آدم حجوم میبرن فوش آقا چرا حال نمیکنه فوش مادر خوشش نمیاد فوش یعنی چی من خود مادر ندیم من خود خانواده نداری میگه ارزش نفهمیدی حتما باید مادرت دیگر نباشد چرا که کتابی شد که بفهمی چیه داستان میدونی من فکر میکنم اینایی که تو کامنت هر جا میرن فوش خار مادر فوش خار مادر میدن اصلا خانواده انگار نداشتن نمیدونن این ارزش چه جوریه نمیدونن این چقدر با ارزشه یعنی چه دارم هم هم میگم بابا انقدر نکنید این کارو یه آدمی اومد اینو مد کرد که خودش هم گفت آقا اشتباه کردم باز یه سری آدم دیگه دارن نکنید حتی اونایی که مخالف این آدم بودن هم این کارو میکردن که از ضربات واقعا بدی بود که ولی خدا رو شکر دورش تموم شد دورش تموم شد این داستان فوش و بده و تو آهنگ برای دیس برای این برای این اوکی یه موقع ببین خود کلمه رکیک زیاد یه اه... کلمه است دیگه میدونی منظور بدشه که زمانی که شما زمیر به این اضافه میکنه حالا ممکنه تو این بره رو بهش فوشه بده مانیتوره میدونی یا داری بازی میکنی با حالا تو بازی با ام پی سی فلان بمونی ولی اون زمیره که میذاری اون پوش اون جایی که استفاده میکنی اونجاست که اون مهمه اونجاست که اون ارزشار میبره زیر سوال و اگر نه یا ممکن آقا تو بدون زمیر همینجوری بگی آقا تو دنیا دو دنیا رو گاییدم ببین چی دارم میگم اینا مثلا اینجوری نیست که آقا همه این فوشا مثلا اینجوریه فلان نه اینا لازم لازمه بس خالی شدن ولی اینکه زمیر خاص بدی و به یه شخصی بیا اونو بدی واسه چی بدون دلیل اصلا چرا داری این کارو میکنی که اون شخص با توجه به خاطراتی که داره واقعا خنجری باشه به قلبش که اون شخص کاری به تو نداره تو صرفا میتونی دنبال نکنی نه رقیبته نه اومده جاتو بگیره نه اومده زندگی رو برات سخت کنه نه مجبورت کرده ببینی این چی میگم نبینی دیگه فوش دادن نداره چرا این از این خلاصه قبل از اینکه همیشه فوش بدی میدونم که اکثر کوکسی ها اکثر چیه همشون تو این داستانه نیستن ولی هر کسی هم هست که میخواد فوش بده قبلش بگو چرا دارم اصلا این دلیلی که دارم فوش میرسیم چیه با خودت کنار بیا اون موقع که دلیلشو بفهمید دیگه این کار نمی کنی خلاصه دمتون گرم رسی که تو این لحظه ویدیو رو تماشا کردید و انرژی کل روزم رو گرفت این آهنگ و ولی دمش کردیم که تو بتونی قشنگ با کلمات درست و با حسی که توی گلوت هست این صدا تو داری میدی بیرون بخونی که قشنگ حس بره تو قلب یعنی کارتو درست انجام دادی دمش بهش خسته میگم و مرسی از آشنا و مرسی از پیاده برای چیزی که این چند ازشون دیدیم خسته نباشید میگم نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید امیدوارم حالتون تو خوبالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سیوسون